ضد انقلاب یک بار دیگه به جون هم افتاد. رامین اسکرد مدیر بخش فارسی صدای آمریکا به واسطه ی ارتباط گسترده‌ای که با فخرآور داره دست به یه خونه تکونی بزرگ تو وی او ای میزنه و یه تیم جدید تشکیل میده. اول از همه قرارداد باطبی رو تمدید نمی‌کنه. دوش صحتی نفر بعدی محسن سازدار هم که همچون دو نفر بالا از وی او ای اخراج شده و ازش از همه بدتره. یه خانم که رابطه بسیار نزدیکی با تیم اسکرد و فخرآور داره گفته که مؤسسه تحقیقات معاصر که توسط سازدارا را اندازی شده از طرف مؤسسه های دولتی آمریکا تامین بودجه میشه. اما این دعوا به خود صدای آمریکا ختم نشد و آتیشش دامن یک گروه ضد ایرانی دیگه به نام نایاک رو هم گرفت. حسن دایی از اعضای ارشد گروهک تروریستی منافقین که حالا پشت تیم سازدارا در اومده، تریتا پارسی رئیس نایاک رو که از حامیان مالی وی او ای هم هستش متهم به دریافت بودجه از سازمان سیا میکنه. سند من دارم، مؤسسه گرفتیم، سند از دادگاه داریم که تریتا پارسی از سازمان سیا هم پول میگرفتیم. عجب. تو لیست بله به اصطلاح مالیاتی که داده بخشیش دریافته هاش بوده، از سازمان سیا پول گرفته. حالا خود ایشون بیاد توضیح بده برای چی گرفته پول گرفته، بعد بیاد بگه چرا. یه در حقیقت سازمان سیا باید توضیح بده که چرا به همچه آدمی چرا به چه دلیل پول داده.